به نام خدا. شبهه تحریف قرآن. با گذشت این همه سال نمیشه به این قرآنی که وجود داره اعتماد کرد. قرنها از اومدن قرآن میگذره و ممکنه قرآن تحریف شده باشه. در پاسخ به این سوال اول باید ببینیم تحریف به چه معناست. تحریف قرآن به این معناست که کلمه یا جمله‌ای به قرآن افزوده و یا از قرآن کم شده باشه. باید دونست که تحریف به این معنا قطعاً در قرآن رخ نداده و دلایل زیادی اهم از عقلی، تاریخی و غیره بر این مطلب وجود داره که در ادامه به چند مورد اشاره میشه. مطلب اول، تا حالا در تاریخ ثبت نشده که کسی چنین توانایی داشته باشه که بتونه کتاب، سوره و یا حتی آیه شبیه قرآن رو بیاره. دکتر لورا بچیا واگلیری، استاد دانشگاه نیپل، در کتاب پیشرفت سریع اسلام می نویسه کتاب آسمانی اسلام نمونه ای از اعجاز است. قرآن کتابی است که نمی توان از آن تقلید کرد. نمونه سبک و اسلوب قرآن در ادبیات سابقه ندارد. ما در این کتاب گنجینه ها و ذخایری از علوم می بینیم که فوق استعداد و ظرفیت باهوشترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قویترین رجال سیاست و قانون است. با اعترافات محققان، عالمان، اندیشمندان و به خصوص مخالفان در طول تاریخ باید بپذیریم که قرآن معجزه الهیه. بعد از اثبات این قضیه، حالا با استناد به خود قرآن هم میتونیم ثابت کنیم که این کتاب الهی دستخوش تغییر و تحریف نشده. اونجا که خدای متعال تضمین میکنه که ما خود قرآن را نازل کردیم و قطعاً از آن حفاظت و پاسداری خواهیم کرد. مطلب دوم، قرآن کتابی بود که با شئون اصلی زندگی مسلمان‌ها در تماس بود. اونها سیاست، اقتصاد، قوانین اخلاقی و حتی آداب و رسوم و معاشرت خانوادگی خودشون رو از این کتاب آسمانی می‌گرفتن. در شبانه روز 5 بار در نمازها با اون سر و کار داشتن و بالاخره در همه حوادث روزمره اول به قرآن و بعدش به سنت و روش پیامبر مراجعه می‌کردن. در این صورت کتابی که تا این اندازه با زندگی مردم آمیخته و تا این حد مورد مراجعه و استفاده اونها بود، چطور ممکنه در اون تحریفی واقع بشه و افکار عمومی یا خواص جامعه متوجه اون نشه؟ احتمال اینکه در قرآن تحریف واقع شده و کسی متوجه اون نشده باشه به منزله اینه که احتمال بدیم در قانون اساسی یک ملت بزرگ تحریف واقع بشه ولی کسی متوجه اون نشه. آیا ممکنه مواد قانون اساسی یک ملت دستخوش تحریف بشه ولی مردم نفهمن و سر و صدای اونها بلند نشه؟ و اما مطلب سوم، توجه مسلمونا به حفظ و نگهداری قرآن به حدی بود که روزی میان عبی بن کعب و عثمان خلیفه وقت درباره یک آیه اختلافی رخ داد. عثمان مدعی بود که آغاز آیه مذکور الذین بدون واو است، ولی عبی بن کعب می گفت ما از رسول خدا این آیه را با واو شنیده ایم. به گومگو میان هر دو نفر بالا گرفت. ناگهان عبی بن کعب با شدت هرچه تمامتر گفت هر کس بخواهد این حرف واو را از قرآن بردارد شمشیر بر شانه می نهم و خون او را می‌ریزم. وقتی تغییر یک حرف از قرآن دارای چنین ماجرایی بوده، آیا میشه گفت قرآن دستخوش تحریف و آیاتی از اون حذف شده بدون اینکه آب از آب تکون بخوره؟ با توجه به مطالب فوق میشه نتیجه گرفت که نظریه تحریف قرآن دروغ و افترا از سوی کسایی که این کتاب الهی رو مثل تورات و انجیل تحریف یافته میخوان تا بلکه به این وسیله و با این شایعات بتونن از مراجعه روزافزون طالبان حقیقت به این اعجاز الهی بکاهن.